فیلم جنوبی محصول سال 1352 راجع به اکرم با بازی شهناز تهرانیه که به اتهام کشتن قاسم تو زندان بوده. بعد از آزادی از زندان، اکرم همراه با اقدس با بازی فرنگیس فروهر توی کافه‌ای مشغول به کار میشن. داستان فیلم جنوبی درباره فاش شدن راز قتل قاسم به دست مهدیه که جاسم سیاه با بازی محمد رضا فاضلی موسوم به جنوبی پرده از راز این قتل بر می‌داره. بخش‌هایی از این فیلم رو با هم تماشا می‌کنیم. فیلم کمدی مرغ همسایه که تو سال 1353 ساخته شده، راجب ژاله با بازی شورانگیز طباطبایی و برادرش اسماعیل با بازی علی میریه که توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنن. جمشید قصاب محل با یه مرد چشمچرون و یه جوان دانشجو به اسم حسن خودشونو برای خواستگاری ژاله آماده میکنن. اسماعیل مقروزه و مرد چشمچرون اونو از دست طلبکارا نجات میده. این مرد تعهد میکنه که بدهیای اونو به شرط ازدواج با ژاله پرداخت کنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شم نمیاد. او نفهمیدم چی شد؟ حالا دیگه زبانم در آوردی، خدا از اون ته دل تو بشنود. میگی چی؟ من گی نمیتوانم تو رو ترشی بندازم گی ها؟ با این همه گرفتاری و گرانی روزگار من چه خاکی به سر من بریزم؟ یه آدم نمک نشناس شیر پا خورده این پیدا نمیشه دست درو بذارم بوم بدم بره خیال من راحت بکنم. سانوار آتیش کردی؟ بله. والا خانم برای من عصبانیم میشه، همچی بزنم توی گوشه. یا بلند شو رو صبحانه منو بیار کوفتکاری بکنه، میخوام برم کردارم. خیلی خوب، الان چایی رو جمع میکنم میارم. برو بیار ببینم. خانم الان بخت و نس شده برای من. اون صبحانه از شام نهار چیه بی سبه بیار من بخورم برم در طویله رو باز بکنم، شاید یه آدمی پیدا شد سرش تراشیدم. توی فیلم دزد سوم، ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوسه و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجب دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هر کاری گفتی کردم، هر جا خواستی رفتم، ولی تو دنیای دیگه ای برای خودت درست کردی، دنیای پول و ثروت، و برای رسیدن به این ثروت از دزدی و جنایت و آدم کشی هم فرو گذار نکردی. تو داری تو منجلاب قوطه میخوری و منم به دنبال خودت میکشونی. هیچ وقت فکر نکردی که من یه زنم. همیشه به هم گفتی دوست دارم. اگه دوستم داری، اگه میتونی ثابت کنی، بیا. این تن من پس چرا معطلی دیالا؟ نه، تو نمیتونی. تو فقط بلدی حسادت کنی و نقشه بکشی.
ببین فرهاد، آخه من یه زنم، یه زن با تمام احساسش، با تمام خواسته هاش، تو به من کی میتونی بدی؟ بگو بگو چی؟ ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه‌هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور این که اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نفهمیدم اینجا غیر از من چند تا یه نفر دیگه هست؟ بس بیا حالا خوبی کن. اخمشو ریختشو شکلشو وای پیسرش ریختشو موهاشو سلفاشو چشماشو آبروهاشو وای با این حرفا دلم در نمیشه دل سخت منم نرم نمیشه با این نازا کارات جور نمیشه از این چیز کسی بر نمیشه حالا که خیلی دوری تا خیلی نجوری ایوهانا ازدواج چی دوریه دیری بار نمیرم وای نمیرم خلاصه نمیرم اگر بمیرم تو فکر خوبی به خاطرم رسید. میگم حالا که اونا فیلم بر فراز آسمان ها که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که خلبان جوونی قبل از این که بتونه ازدواجش با دختر مورد علاقش رو به شکلی علنی اعلام کنه فوت میکنه. همسر خلبان به ناچار فرزندش رو به دنیا میاره و به خانواده ای میسپره. خودش هم به طور ناشناس توی اون منزل مشغول به کار میشه. بعد از سالها فرزند خودش تبدیل به یه خلبان شده. بخشایی از فیلم بر فراز آسمان ها رو با هم تماشا میکنیم. معذرت میخوام، هیچ چیزی نیست. فکر میکنم شما هم بیاین. من به چه مناسبت بیام اونجا؟ آخه امشب بزرگترین و خوشترین شب زندگی منه در یک چنین جشن بزرگی. شما نمیخواین سهمی داشته باشین؟ مادرت که با تو میاد اونجا
بهارم که هست. شما میایین؟ نمیایین؟ میدونیم. من نمیتونم بیام. من واقعا نمیتونم بیام. باشه، در این صورت منم به اون جشن نمیرم. من حاضرم. لباسم خوبه بهار؟ چیه؟ ایشونم همراه ما میان. این وظیفه توئه که حاضرشون بکنی. من بیرون منتظرم. باشه. خوب امیر جون. یالا دیگه.